ګران دوستانو سلامونه او احترامونه ښه راغلاست د سپینو خبرو پروګرام ته هیله ده چې جوړ خوشحاله او بریالي اوسئ بیا هم ستاسو په خدمت کې یو نن سه شنبه ده د 2020 سوي کال د دسمبر د میاشتې 14مه نیټه ده د افغانستان په پیښو به سره غږیږو او تاسې هم کولی سئ تلیفون راوکئ د تحلیل تفسیر او تلیفونونو برخه ده په ګډه به د افغانستان حالات سره څیړو او غږیږو به دوستان عزیز به عرض سلام و احترام از خدمت فرد فرد البته در بخش اخبار طوری که شنیدیم آقای ملا برادر معاون اول امارت اسلامی حکومت طالبها اونا واکنش خود نشان دادن در برابر جهانیان خصوصا ایالات متحده امریکا که نمیدانم به کدام قصور و پولهای افغانستان منجمد ساخته و کدام استانداردهای اینا دارن که افغانستان به رسمیت اینا نمیشناسن کدام بهانه است و خواستار تعامل و ارتباط با ایالات متحده امریکا و دیگه کشورها اینا گردیدن یه خبر بسیار جالب بود که قابل تعمق است و باید برای مثلا میشه تحلیل و تفسیر داشته باشیم از شما و از بنده که واقعا حق زن میخواین کدام زن همین زنهایی را که شما در طولی سالها تعجیز کردین و خانه هایشان را ویران کردین زیر پل و پلچک اونا به افتادن به مواد مخدر گرفتار بودن شوهرهایشان بیکار و بیمدد بودن و بالاخره پول امو خانم بی بزاعت روستایی و شهری به جیب یک چند نفر خلاصه گردید که اونا در رکابی از اونا می دویدن در این جی او آ و اینا جذب گردیده بودن و بالاخره در اخیر معامله اونما را نقل هم دادن چارتر کردن چون مواشی انداختن آوردن در امی بیسای نظامی امریکا نان و او میتن تا که بالاخره با چی میگه در اجتماع امریکا زوب شوند بعضی ها عقیده به ای است که او قشر دانشمند بود و صاحب کار کشته و اینا به نظر ما امو وطن فروش بایدم وطن گم شد و بهتر است کاری از اون خیانت است و صاحب نظر و باوری از او هم مردم وطن دوست کار دارین اگر دکتر خائن باز مقایسه کنین باز با یک بکولور یا پاس بگویم که از پانتون بیرون شده و به مراتب بهتر است برای وطن دلش می سوزه و می تپه او بهتر است جایی که دکتری که این سالها دزدیده و وطن فروشی کرده خدا گم کنه و آدم از افغانستان خبر بعدی البته مسئولیت پاکستان بود که پاکستان خود تبرئه حساب می داره و ای که پاکستان باید مسئول شکست ایالات متحده امریکا در افغانستان گردد و گفت که ما با امریکا در یک سنگر در برابر ترور می جنگیدیم و همی وقت آمد سر ما آغاز وقتی بالای افغانستان حمله صورت گرفت همی طالبای بیچاری که از دونه بخبر ورداشت از همی پاکستان و سرحدات و داخل و بیرون و راپور کردن و استخبار و تیارای امریکا انداختن آوردن در گوانتانامو و سبدنی زندانهای کابل و اینا تعجیز شدن بشه یعنی فجایعی را امریکا مرتکب شد زده همی طالب ها و او با همکاری پاکستان بود شما باید داریم با در اون هنگام پرویز مشرف رئیس جمهوری ایالات متحده بود و طالب جوقه جوقه به دست امریکا میداد تا در برابر از او برای پاکستان پول بگیره و چی میگه F-16 و تیارات جنگی و دیگه و دیگه سب خوب دامن خود پر کرد پاکستان و تبانی و همسنگری امریکا با پیش میرفت عمران خان درست میگه مگر ای که امریکا و همینطور روس در افغانستان شکست میخوره اتحاد شوروی در چهار دهی اخیر دو بر قدرت به زانو در آمد و فرار کرد از افغانستان یا عزم متین مردم افغانستان نشان میده ای کردیت باید به با پاکستان تعلق نگیره و شهامت و شرافت و ایمانداری مردم افغانستان است وقتی طالب میگیم یا مجاهدین 20 سال اخیر مردم افغانستان بودن از هر محل از هر خانه و کاشانه بیرون شدن زیر مدیریت طالب ها عمل کردن و به زانو در آوردن ایران نه پاکستان نه یارای از اونا بود و نه دیگه در با
پاکستان خو دشمن افغانستان است که سرکوب شوه بدبخت باشه و اونا لذت ببرن. اگر مردم افغانستان سر بلند میکنن قدراست استاد میشن در برابر همه اشغالگران، چون یک صخره محکمی در طول تاریخ افغانستان شما برین و برو مرور کنین و ببینین مطالعه کنین. و این بار هم سنجش بیجای ایالات متحده و قوای اطلاف در افغانستان بود که مطالعه نکردن، ندیدن که در خانه و کاشانه صاحب داره میست. اگر چند تا در وقت اتحاد شوروی پرچمی و خلقی وطن فروشی میکرد و در رکاب گامی دویدن و گم شدن و مردار شدن، حال هم در امو انگام هم مجاهدین بود، سر به کف استادن، از هر خانه و کاشانه بیرون شدن، در برابر اشغال استادن. حال هم امو داستان تکرار شد و این بار به شکل بسیار شدیدی از اون. یعنی هیچ کس فکر نمیکرد که افغان دیگه سر بلند کنه در برابر 49 کشور پولدار جهان و همه پیشرفت ها و تسلیحات حتی زروی خود که از او هم میگه استفاده کردن و مادر بمو که دیگه و دیگه. این پاکستان نبودی، خود مردم افغانستان. پاکستان در رکاب امریکا میدوید. پولهای افغانی البته ارزشش بالا و پایان میره و از در متعالات بحرانی شاید وقتی دنیا بهوش به افغانستان کمک ها صورت بگیره یا سرمایه گذاری ها در افغانستان صورت بگیره، استا استا همین چیزا رخت میبنده. یک نفر از افغانستان است، بعدا میرم یک قلم دیگر هم میخوام یادآوری کنم. بله، از افغانستان میفرماییم. بله. و علیکم سلام، بفرمایید. بله بفرمایید. شکر از بفرمایید. خوش شدم صدایتان میشنوم. بفرمایید چی گپ هست؟ خوب هستین؟ بخیر. فضل خدا تراب تراریست. اما زمانای زهرشاهی هم مگی در کار بار خدا تراب بیخی آرامیست. فضل خدا ایج گپ نیست در این سمتا بیخی تراریست. گفتین در باره بعض از کسایی که از افغانستان میرسن خارج، اما کسایی میره که خودشان همین نان او خارج خورده نمیتونه در افغانستان زندگی کنه، دعوای بلند رفته، دلارای زیاده گرفته و نمو دلارا را چه رقم گم کنه در خارج، در افغانستان خرج کنه، نمیتونه و نمو چه خرج میکنه. آمدیم بعد یا همه تبلیغای که بگیر نمان مردم است که در باره نیروهای سابقه هیچ نیرو را کس از بین نبرده، نه قتل کده نه بندی کده. کسان را که این طالبا بندی کده که بسیار یک ظلم وحشتناک وقتش کده، او را خام خام مردم از یخن او مردم میگیره. اگر طالبا نگیره مردم میگیره. آفرین. در مردم ناک قتل شده، در ناموس مردم ناک تجاوز شده، در این را خوب مردم هر شکل باشه کش میکنه، دادخواهی میکنه که در برادر حال شما فکر کنین که یک آدم از یک نفر، دو نفر، سه نفرش قتل شوه، آخر او براحت بگیره، او بخزه بروه، آخر خود دل امون نفر میکس پیشوی چشمش بگرده، خود دل اون نفر میکفه، حتما یک داد عریضه میکنه، باز او از وطن فرار میکنه. ما دیدیم بسیاری جنگ سالارا را دیدیم کجا شدن، این واده ها را که دادن کجا شدن. سرینی مردم هنده ملت افغانستان هر گروهش این را نمیگم که مثال یکی کل ظلم کرد، کل همی رفر را ظلم کرد، همی کل ظلم کرد، یکی سر دیگر میخیست که ایتو میکنم استاد حتی محمد نور شش ماه یک تلویزیون برای خود بند ننداخته بود، وعدت بند ننداخته بود، دوستون بند ننداخته بود. چی حال بود؟ چی روز بود این وطن؟ این وطن که هر سو میرفتی غیر از چور میشدی یا کشته میشدی یا کاردر زنی در ناموس تجاوز بود، ایران بودی که چی میکدی؟ آهد برای خود ها مردم افغانستان شکر بکشین در این مردم. خداوند یارا قدرت بتری طالب آره و خدا که طالب باشم، اولادم برادرم کسیم هم طالب نیست مگرم ظلم دیدن. طالب خیر ظلم شد، واقعی ظلم شد، آدم مسلمان که باشه بفهمه. با گروه گروه یا از بین رفتن با کانتی سینری به چرار کلی چرار در زنی قتل کدن، در هر سا
بله بله درست میگیم. تشکر. لالا یک چند نفر دیگه هم هست از افغانستان باشین که او چی میگه. بله شما از افغانستان میفرمایین. بله بله الو تلفن بزنین لطفا، خصوصا از افغانستان هم میخوایم بدانم که چی گپ هست. سلام خطاب صاحب. بله سلام علیکم صاحب. خطاب صاحب محترم سلام. خطاب صاحب بله. اجازه باشه بر یک دقیقه یک دقیقه بفرمایید. چرا نیست خطاب صاحب محترم، گپای بسیار خوبی گفتین. باز در ماتم و علم و فرخانده افتادیم که راستی هرچی که شد و خدا مغفرت کنیش. خطاب صاحب ما هم وقتی که به طالبان آمدن و همینجا مقد زدم، گفتم که در زیر بیرق ملی همین گپاره. آل سب یک پیشنهاد دیگام پیشنهاد دیگه دارم که اگر طالبان بخواین که حکومت داری کنن، مملکت از یالت بکشن، این شکل جنگیگهی در کت مردم ببانن که بیادارای اینه توبه کنی و اینه شکر بکشی که اسلامی شد. خنال در اسلام نان آمد، چای آمد، خوبنا آمد، زندگی آمد. امیال در کابل قیمتی به شکل بسیار مشکل مردم زندگی میکنه. ایشو آشتایش تا یعویت میگره، امکان داره که مردم در مقابل عدیاب بخیده. بهترین کارش اینه میست که یا پالیسی ختم مشکل در تغییر بتن. آلو رو نمیفهم مبین خان بود یا بچه ملا عمر بود، نمیفهم اقالی بود کی بود. میگو ما با جهان ضرورت نداریم، جهان بر ما ضرورت داره. خود چون یادم ها سن نافهم یا سن ملای پیش ملای مدرسهی خاندین یا تحصیلات اکادمیک ندارن در مثل در عربستان یا در لبنان یا تحصیل کنند، یا مقفای قال فلان ابن منال ابن فلانی روایت ها را میگویند، این به روایت مملکت پیش نمیره. ما به جهان ضرورت داریم. آل فرزن ما نفت گاز داریم که دنیا عاشق ما باشن نداریم؟ نه. صنعت خوب داریم که حالا دنیا را موتوره افغانستان گرفته باشن؟ نه. زراعت خوب داریم که نسبت دنیا را غلب و دانه بتیم؟ نه. چی داریم ما؟ مملکت هم مهاد به خشکه رای بری بود و اون بلوچستان اند برطانوی بخشیدن. مملکت هم مهاد به خشکه، از 100% افغانستان 43% هم گوز. این با کار جال که ای طالب ها این شکل که راه را گرفتیم سب این امکان نداره. این مملکت هم سب خراب میکنه. این مردم از گشنگی جان میتین. امروز صبح ببی که مردم در مقابلی هستم چیز میکنن میخیدن. آره مشکل ایست که یا هم گپ بدرسه فدوای 500 سال پیش که نانادم فدوا داره بود. برو زبان جناب شما برمه گفتین که جهاد جهاد خود درست است. جهاد خود یک چیز پاک است کنن. خداوند در قرآن گفتن منفعت قلیل غلبت فعتون کسیدتون بسم الله. بسیار گرای کم سر گرای زیاد غالب میشه به امر خدا. لیکن ترقی پیشرفت مملکت توسط کفر چوف نادخانی نمیشه که ما کفر چوف کنیم بخیدیم که سرکای ما پخته کاری شده. اگر با اون شکل باشه خب مثل اولین کشور اسلامی است. چرا پیشرفت نیست؟ عربستان سعودی دین محمدی از اموجه شروع شده، پیغمبر از اموجه تولد شد، اموجه وفات کرد. چرا عربستان سعودی یک بوتسکل ساختن میتونه؟ این با کف چوف نمیشه، این با کار میشه که نفر مکتب بخونه، پانتون بخونه، زامت بکشن، این طالبا در حوزه مکتب و پانتون بس واز کنن برای دخترها. این شکل که مردم در گشنگی نکشن که سبت خانه بیشی از خانه بلرس نانه چاینه تمام چیز قیمت، ولی بیشی رجی را بخوان، علم ترقیف را بخوان که از آسمان بیا. این کار توسط آیت و عدیس نمیشه، این تلفظ بازوی کار میشه. این آیت عدیس خواندنش گفتنش بر آخرت با ما ثواب داره. این در دنیا که ما مکتب ساخته نمیشه، شفاخانه نمیشه، فابریکه نمیشه. خطاب صاحب محترم این می نظریات بود که طالبا ختمش خود را تغییر بتن، رای انسانی را در پیش بگرن، مردم از گشنگی به نام اسلام نکشند. من تشکری میکنم خطاب محترم که شما برای ما وقت دادید. خب من نمیدانم که آیا طالب علم ترکیف خانده مردم گشنه شدن و یا ای که همیال گپ زدیم و زدیم و زدیم صفی سب گوش نمیتینه، همیال پولای افغانستان اینا منجمد ساخته، سر ناباشومی رو به افغان ها گرفته، از غم زن افغان هم نمورده و از تحصیل زن افغان هم اینا بسیار جگرخون نیست که چرا زن افغان تحصیل نمیکنه و که باز تحصیل کرده شو و باز اینجا در صنای امریکا کلگی دیگه خوشحالی کنه و سب چی میگم و ودکا جنگ بده، چی میگم و شرابای خود چی ده جنگ بده
واین خود. یا هیچ چیزی برای کسی نداره، اهداف خود تعقیب میداره. ولی همی چیزایی که شما گفتین در یک کشور سنتی، یک مملکت، شما میگن الگم تره کیفه، او را با او گد میسازین، مغالطه پیشرفت و خب ایره چرا در ایتولی 20 سال که الگم تره کیفه نمیخواندن کدام پیشرفت آمد؟ و ما خو ندیدم جز دوزدوزی و سب ببر و سب در بیرون ذخیره و در داخل هم فحشا و دیگه و دیگه بود او سرش هم ببینین سب ال طالب خو نامده که چون الگم تره کیفه یک نفر در خانه میخوان و چف میکنه و سب مردم در بیرون واز از گرسنگی میمیرن شرایط ببینین ظروف ببینین الگم تره کیفه آیات قرآن یا کلی از یا خوشب یک اجتماع دینی است. یک هندوستانی گاوی خود احترام میکنه، خودت علم تره کیفت احترام نمیکنی. چرا قم آدم هستی خود؟ نمیفهم در کجا در کدام گهواره تو را شور دادن. و همونجا در مسجد تکبری گپ بزنی تو را لطف میکنن. هیچ حاجت طالب هم نیست. بله سلام علیکم. سلام علیکم. جور بخیر. خیر و خیرت. اول خوب یادار اینجا سر ما انتقاد شد که چوب خطیس و میای و دست ما اول نام خودت ولا که خبر باشم هیچ ما خودت ندیدیم من چوب خطیس و می دیگرتم ما ولا این اول نمی با خدا نامت نمیفهم که نام مبارک چیه ای با باند شورای نزار خطاب اون مو باند شورای نزار خدا در بدر کردم تو با دروغ درست میگی ما بگو این دیگه سر جنایت از یار افشا میکنم خطاب خوب میکنی شورای نظار و پسترین بان در این جهان نیست و میره بانی میکنی میره خوب بلا بلا این خودت خوب الحمدلله شکر آجی سهاج کردی مسلمان هستی و خط بگو که من تره میشناسه ولی من تره بشنام در تو مره ما ولا ایچ حتی ولا خدا شاید استم اسم شما رو ما بلد نیستم میده یک تلویزیون آقای سیزا در پروگرام آقای سادا زنگ میده در پروگرام خود زنگ میده من ما دیگه واره بسی قیام و اختری واری چیزا واری نیستم که داستان قصه کنم که همه چا مزدی دکتر شد دکتر شد دکتر شد کلی از یا خطاب سای ناموس بروش و تر بروش ایسان بروش هستن او دیگه سی افغانستان آمدیم سرای شازاده خطاب سای یه مسئله سرای شازاده تو مسئله خرد و کوچک نیست دست ایران و پاکستان و هندوستان و امریکا در این دخیل است خطاب سایی برام اقتصادی میاره دیگه را محمود عزیز زده عزیز بدتر پشار آورده رو ایست که یعنی به ایسه خط طالبا یا بسار کار میکنه پاکستان، ایران، هندوستان، امریکا خطاب شد که طالبا گردن بانن و دپالیش هم دایش هم نیکی و سو کده روان هستن که چیزش هم بچه مسجد هم از طریق فرانسه مافیا بانشورای نزار در سرای شازاده داخل شده وان گربری را انداخته رئیس هم یه پر گفت مفت گفت نیست و خطاب سایی بسیار مسئله کلان است و حساب بران اقتصادی مردم و مقابل از یا بخیزانان زیاده دیگه با که پیشتر الان ترکای پر گفتر ای بود دیگه خوب بخی چتیار میده یک آدم ملحد است دیگه نخواه فعلا پایین شده وضع خوب است آرام است جور مردم خوب آرام دارام زندگی میکنه دالت اینه تقریبا یک سال سی رو پر بود آقی در یک سال ده یک سال پانزه رو پر رسیده و آر روغن این چیزا پایین رو تحت کنترل خود گرفتن یا دیگه با کدام رو برسن خطاب شد با کل دنیا بغل دادن آفرینشون من میرم یکم حالا خانه کلفتار رو پخش کردیم و جنرال موزی رو گفتیم جنرال موزی نگه آدم و تنفره سالداد از خطاب سید مربوط کنم به استخبارات نیست رو اتفاق که بکنم که این توسط استخبارات های همسایه تعدید تعدیم شده بوده که اون آدم بسیار خوب آدم های آدم و تنفره سالداد اینجا اینجا آوازه پخش شد که او را گرفتن بله بله اینجا آوازه بود که اینا چی شدن یعنی پاکستان چون انتقاد کرده این آدم زندانی ساخت باز خودش آمد گفت که نه آیسای سیایی خطاب سجا یه آدم بسار آزاد و آدم آزاد و تنپرست مسلم بسار خوب آدم است آگفای آزاد میده دیگه مسئله افغانستان خطاب سجایی قرآن اقتصادی بسار پلان وسیع کلان است از این بطر میشه خطاب سه دلار در 300 روپه یا میرسانه آقای عوارده است که 10,000 و 5,000 ببره
خب آیستا آیستا مردم عادت میکنن. افغانستان هم یک اجتماع بدوی است، هیچ وقت سیر نبود، تو اقتصاد درخشان نداشتیم که ولا بریم در آسمان ها و به مقایسه ایران و پاکستان. خب ما دم دوران ظاهرشاه مکتب و مدرسه رفتیم، خوب به یاد دارم مردم، یعنی وضع زندگی مردم بشارم تو ترقی و تعالی و دیگه دیگه نبود. حتی در معارف پاچای معارف پرور 80% مردم بی سواد داشتن. برین آمار رو ببینید. بس امیر درست میگه. این طالب یک ملاوت یک خطاب زیاده امان خود میدید. اگر ما امان خود میدید که مال بایی سرد ما نمیرسید. خب یک امتحان است برادر، این مسلمان در مواقع متعدد امتحان میشه. ایره ما برید بگویم آه والا. مقابل پاکستان هم ایساد است، مقابل ایران هم ایساد است، مقابل امریکا هم ایساد است، مقابل دیگه هم ایساد است. ام گاوی کلانش امریکا بود و هم رفته پولارم برد. آه رفته چلینا مملکت بود، خطاب شکست خورد پوزش در خاک مالیده شد. آلی حقوق زن هم میگه اون خودی این اون پرخندر انداخته، حقوق زن هم میگه اون تجاوز بالای دختران اون کرامگی کریم شیش در کابل است، در پنشیر است. آلی خوی یا این زن ها این شهر میان ندارن خطاب شد. آخیر آه اینا رو خوب شکریه آه شکریه جان بارکزه خودگه خدایی را انصاف کنید. گرفند یک بچه بوده به نام ادریس استاننده، یک بشاور وزارت داخله بود، 24 ساده باید و شاید بوده دیگه ایتمانا نمیده که او بایفرندش بوده و یک سلام علیکی خواد داشت. به هر حال وا نیم اگر امی بخش سیاسی از او را صحبت اونا را دفاع از حق زن درست به صورت واقعی اینا بدارن، بگوی که اینی چیزه. باز خودشان بیا بگوی من اینی کارا رو مام کرده میتونم که این در رابطه با حق زن با امرای زن افغان این استادیم بیا. اما حالا خدا سوی تایی سال یا چی کرد که حال کنه؟ حالا خیلی پیان داد خماشو دیگه از هم بر اومدم، یا مورای زختازم یا دزاز یا چپالگراس یا با خاطر عیاشی با خاطر منفعت امریکایی کارا رو کنم پس اسکتاب شد. عزیز آقا دیگه نفر هشت خودم چار بیتا دو دفتا بیتا سی دفتا بیتا یا دیگه بشی مردار کردن شهر بیا ندارد. در برای مسئول دونه بگی پاکستان رفتن هم باید نیست کانونی بازی که یا میگه میمت با پاکستان مرد با پنجا اینجا یک تصویه یک تصویه بول برما میگه که تو چوب خطیس که موقع میگه و بگوین بیادر خوار کسی یک گپ میزنه. اینجا یک اکس اگر کیروان کده دمی چی میبینم سید در فیسبوک، آقای قانونی دست عمر بارکزای گرفته و بازو وعید عمرم بچگکم از پشتشان میده و میه بازی دو نفر دست یکی دیگر قائم گرفته. بازم شعری چی را اینجا گفته؟ سبک محلی وطنی بیا که برویم از این ولایت من و تو، تو دست مرا بگیر و من دامنی تو. تو روان هستن کجا میرن سب؟ یکی گم شدن هم کوکا ورس در سراخا در آمدن سب. بله خدا یار سبا خدا صاحب مملکت به این سرد رسان داد. آه بله آقا دیگه چی کنم؟ از دوی دیگه در تاجکستان فرانسه شیستا جزیر مقامات مفترشتی. خیره خیره او سب هیچ به درد نمیخوره و همو چی میگه؟ تعمیر ریگی را که یک جپی او را چپم بکنه. تشکر لالا. اینجا دیگه مردم هم از تشکر. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم خطاب سر. و علیکم سر زوریا خیل سر محترم بفرمایید. بسیار زیاد برنامه تان واقعا قابل قدر سن، شما واقعیت ها را میگین. اما باور کن خطاب سر مدمی طبقه اصلا با سواد و روشن فکر ما که اروپا و امریکا هستن به سواد از یا مردم بالا خنده میکنن از بیسوادیشان. اینا میرن از وضعی که بگیرن امریکا را برن بگوین که پولای افغانستان را آزاد بساز، مردم از گرسنگی میمیرن،
پول ندارن، حق زن و حق زن، حق زن اینه میکنه پس برای مکانسپت های چیز شروع شد قاضی سیریوم و نایفان برن کلگی شراب خوری و عیشون نشاط خود پس بین کوری طالبا دیگه اجازه نمیده فضل خدا از مثلا ما گم شد. اما یا دیگه بیخلیش نیست که اصلا گناه که کرده کل امریکا فساد در پای امریکاست، یا می پاکستان رو دوم میزنن، مرگ بر پاکستان، با خدا سفارت امریکا و امریکایی ها سرازه خنده میکنن که ما را هیت نمیگن، گناه ماست، ما هم افغانستان تمام چی رو انداختیم، یا پاکستان رو دوم میزنن. حالا که پاکستان اشاره چیزم نکده هیچ خوب در کجا نشان داده نشده، در کدام جایی که پاکستان در این مسائل مداخله کرده باشه. خود دروغ گفتن که طیارهای پاکستانی آمد در پنشیر و دیگه که کلش غلط بود و خب ثبوت شد که نیست و خود پاکستان در خطر است. امیال در قسمت افغانستان اگرچه عمران خان میگه که چیل پولایشان آزاد بکنین، یا هم یک سیاست است، منتها خوش نیستم که یک افغانستان قوی در پولی پاکستان به قدرت داشته باشه که مثل ایران آمد که طرف افغانستان پایشان رو گفته شما شکستان پس روانشان کرد. پاکستان هم امور کمیست که بین در وطن ما اگه بخواین تجاوز بکنن واقعا پس شکست میخورن، میترسن از خود ایران هم از پاکستان هم از طالبا. منتها ما مردم که در خارج هستیم با نیفهم که با ما چی نظر داریم، ما اصلا نمیبینیم امو ملک خود از وزه که ببینیم که باش مردم ما بیچاره شده، مردم ما چیز باید سر امریکا فشار بیاریم، مظاهرات خود با قسم بکنیم که امریکا را بگویم که پولای افغانستان را بتن، مردم از گرسنگی میمره، او را نمیگن، مرگ به پاکستان، پولایشان را قطع کنین، به رسمیت نشناسین. احمقای بیشتر بیشو بیستن خطاب سپ فرزادم بکنه که تو مردم با چی بکنیم. بله ولی ما بیشور خوزیات دیدم امیر وقت برتان بگم امی به خلطه فایر کدن و چیخ زدن های به جای و حرفای رکیک و لوده و دیگه و دیگه. خوب بخشی هم تو چی میگه لوبالی اجتماع زیاد است که اونا خوب و بد خدا نمیدانن، حتی در امور زندگی خدا اونا کدام چیز نکردن، ناکام مردم است. یکی آمدیم بحث منطقی است با دلایل مضبوط، با چی میگه یعنی دلایل صحبت کردن، ثبوت و مثال آوردن اینا. ولی خب برادر ما همه ما مشترکن مسائل میبینیم، تعقیب میداریم و اگه آدم پشت کوش ما صحبت نمیداریم، همه ما معلومات داریم در قضایای افغانستان. بلا حسین بدا قرار در افغانستان ما تعجب ما با بعضی کسایی که واقعا یکان بار ما بالای اونا حساب میکردم، یکی از او آقای سید ساک گیلانی بودن. ولی صاحب امی تقاضاهای بین المللی را اگه طالب برآوردن نسازه و او را چی نکنه باز صاحب دیگه خرابی میشه. ولی اول امی آدم باید مبارزه کنه بیسته که بابا کدام تقاضای بین المللی و برادر کدام حکومتی اما شمول خوب امور میگه که کل مردم آزاد بیان صاحب کار کنین. ولی صدر اعظم وزیر دیگه پادشاه افغانستان وزیرها رو خودش انتخاب میکرد. ام کسایی رو میگم اش که از او برای حکومت هیچ خطر نبود، حتی در رادیو سانسور بود، زد پادشاه یک آهنگ انقلابی رو پخش نمیکردن، سانسور میشد. این یک نفر چیغ میزنه که دوران پادشاه و نمیفهم بیچاره. البته بدبختی همی هست، همی جهالت بدترین بدبختی یک انسان هم جهالتش است که خداوند دا کسی را که عقل دادی چی ندادی و کسی را که عقل دادی و چی دادی و ندادی و چی دادی. بله سلام علیکم. بله از افغانستان می فرماییم. الو بله دیگه هستم طور یک بله سلام بله باز آمدی قندولک یک لحظه اجازه بله بفرمایید خطاب صاحب محترم. بار دوم است که جناب شما میگین در شورای نظار، ما در شورای نظار نبودیم. عمر خدا من نگفتم ما هیچ همین شورای نظار در برابر شما نگفتم، کسی دیگه گفته و فرق میکنه. من نگفتم اجازه باشه او
برادر که گفت و یک راه حل کار را پیش داد میکنن میان سب جناب شما را خوش میسادم که نه مرا نه خوش و خوش غیر خوش نیست اینا. شما مرم خوش بسید شما هم خوش اجازه باشه من کمونیست شد خوش دارم نه جیادی شد خوش دارم نه طالب شد خوش دارم اما کمونیستی شما بعد یک چند زمین دو دورم گرفتن مرگم گفتن باز خدا خداوند دارم کلشت گم کرد کلشت دنیا رفتن ما فضل خدا زنده ماندیم لیکن ما بازم سر بم گفت خود تاکید است پیشتر شما گفتیم که در کدام گواره اینی نه بار هشتم یا نوم است که ما سلام میکنم خطاب سایی شما دعیف نه نه آله ما اینمی خودت از کجا یک دفعه قباش یک ثانیه خود گونه خود تیلا میتونم خود باز مفایمه نمیشه باز میری باز پس میری ما منظور ما ای بود که امی میگی که با آیت و حدیث نمیشه در اگه اجتماعی سنت آله نه میشه چرا نمیشه نمی آیت و حدیث نمی بود امی افغانستان دو دفعه استقلال گرفت خو آیت و حدیث بود خداوند عقیده ایمان یعنی چیزا که نمی بود افغانستان آزاد نمی شد امی کل جهادای افغانستان دینی بوده آله خودت میگی با آیت نمیشه با ناله که برات میگم امی نان و هوا خو حدیث و آیت و اینا خو خراب حتی در اسلام اگر آدم مسلمان یا تو واقعی یک نفر از دل مسلمان باشه گرسنگی باعث بدبختی یک مسلمان عطا نمیشه و یاره برات میگم باز میری و باز میری باز اینا رو برای ما مجازه بدید برای ما اینا بله بفرم بله این بله یکی خب گفتم پیشتر برید او جنگ است که یک کشور سر یک کشور اگر تعرض میکنه او جنگ کبیر و عادلانه جنگ حق است که پیشتر آیتش گفتم که پروردگار عالم در قرآن ذکر کرده منفعت قلیل غلب درست واره خوب خوی جازه بدید خوی جازه نمیتیده خوی مشکل در اینجا کده خودت او دیگه گفت ولی اینجا که در خانه بشی که از آسمان نان بیا این نمیه به این شکل این به کار ضرورت داره اگر بیا و عربستان اصد محمد صلی و سلم در عربستان تولد شد اموجا وفات کرد خانه خدا اموجا باید عربستان امروز در جوال پیشتر رفته ترین بیشتر پیشرفته همیالی در عربستان بیشتر پیشرفته است هر یکی آرام است کده؟ پیشرفته نیست که متکی به خود باشه موتر به خود تیاره را تذبیه می ساده بود می فهمی که امریکا کل بازار امریکا رو چین گرفته دیگه مانه ازیر نمیته که امریکا پیش رفته نیست در امی اروپا در ملک کسی در میار مغازه که بوری نوشته ساخت چین خب آلی او را دیگه آلی او میره میخره قوی خرید پیشرفت نمیکنه شما گفتین در کدام گواره بازم اینی دفعه هشتم یا نهم است من خواهش میکنم که قسم صحبت نکن شما در این فکر نباشین گل هر کس که کم زد باز من صدایش قطع میکنم باز من خدا آره من اول خواهم این خودت قطع نکردیم اجازه بدین ولی از قرآن اجازه بدین خوب خدا نخواسته خدا نخواسته از دیگر تلویزیون ها خدا نخواسته من شما را دشنام شدید خیره هر جایی که دشنام میتی دشنام خودت من خوب کدام راست ندارم خدا نکنه من دستا نبوسه میکنم مالی شورای نظار نامشه برای من نگوین من سیمونه از خودتام تشکری میکنم بازم من دستا میبوسم من شورای نظار نگوین نه من نگفتیم یعنی ما از ما از دهان ما شنیدی پروگرام ما رو تکرار بشه شما کبشه تشویق کردین خیلی از برتا او خو یک نفر تلفن میکنه یک چیز میکنه خدا برقرار داشته باشید خود برقرار داشته باشید خدا رام داشته باشید که تم یال بیتید که بازم امی دفعه دوم با من قوی سلامندی خمی گپ مرا شنیدی خدا رام داشته باشید تشکر تشکر معذرت میخوام اگه باعث تکلیف شدم ولی ببخشی و ما تو نبود که خدا نخواست خودت توهین کنم و دیگه کنم و زیاد فشار میاری که دین باعث اونان میشه دین صداقت پرهیزگاری و وقتی به خدا شما برین در جامعه یهودیت قدر برای دین خود احترام دارن در امی لاس انجلس جایی که ما امیال زندگی میکنم یک محل است که اکثر از اونا یهودی هستن امیال وقت کریسمس است هم منطقه را که برین کلش تاریک است هیچ چراغ نداره کلش یهود است هم منطقه یک 2000 خانه است یهودی ها چیشان سنگاگ میگیشه و محل عبادتشان مثل که ما مسجد میریم کلاه در سرشان شپو و امو روزهای دینی خود تجلیل میدارن دیگه اولادایشان امو لباس پنهان هم تو پت و میراد یهودیت هم زن باید برهنه نباشه امی کسایی که میان منظم پاک میرن در دین یهودیت یک نفر اگر قدم بزنه به طرف امو محل عبادت خود برا یا عبادتگاه خود و بیشتر ثواب داره مو کار میکنه سرکایی که مشغول میباشه از این مردم میرن میان در می اسرائیل که شما برین دین خود بیشتر
تعقیب می‌دارن. یعنی باز هم مردم پیشرفتی جهان هم یعنی پیشرفت عالی دیگه دیگه دست یهود است، مگر ایمان عزیز نمیده که کل از یا باید کافر باشه و که پیشرفت کنن. یا فرزن در امی امریکا و امی کلیساها دیگه دیگه ملک دین هست، حتی در دلار خود نوشته کده این God we trust، ما به خداوند عقیده مند هستیم. یعنی بعضی چیزها رو ما برتان میگم باز خود قار میشه که چرا در این محل خودت نمیفهم از شمالیستی از کجا هستی، خو از لهجهت من میفهم بدر. در اون مسجد خود اگه بری و گپا رو بزنی، حالا خو کس نیست و تلویزیون است، در اونجا که سر حمله میکنه میزنه تلت و کوبت میکنه، هیچ حاجت طالب هم نیست. خود اجتماع دینی است و همون دین خود بسیار دوست داره و ما هم ولا دوست دارم. ما در این ملک بیگانه در اینجا افتادیم، تعالی پیشرفت همه چیزها رو تجربه میکنم، مگر خدا رو ما بسیار دوست دارم چون خدا به امرای ما در کارهای ما بسیار کمک میکنه. یک شخص معتقد و ایماندار بسیار پیشرفته یک آدم میشه، چون میفهم که یک قدرتی که خلقش کرده نانواو میته و بقای از او و فنای از او به دست همه تو یک ذاتی هست، بسیار مطمئن میباشه. ما همه تو رستم. شما باور کنین که یعنی ما در زندگی خود خدا را تو شب و روز میبینم با چشم خود. ایتونی که باعث یک ماده امی قدرت های خداوند. این را من برای خودتم سفارش میکنم. امی اوقاتم تیر میشه. در اینجا همون کسایی که گفته بعضی عقیده من نبودن آمدن رفتن و هیچ نه پیشرفت آوردن و نه تعالی آوردن. امروزم که هست تو از خاطر خدا و قرآن و دین اطران نشده که از آسمان پول بیاید و دیگه بیاید، او را نه طالب گفته، نه شما گفته، نه دین گفته. شما مثال های میتیم که او هیچ نشده یا همطور نیست و دین ولا در خانه بیشی که خداوند در قرآن نگفته، طالب هم نگفته، یک ملام نگفته که شما در خانه نشسته باشین از چت برای شما نان میاد باشین شما بخورین قرار خوش شوید. دین جهش است، تفحص است، دویدن است، کار کردن است، با توکل به خداوند عقیده من. ما دیگه از این اضافه برای خودت اگه بگویم باز جگرت خون میشه و چی میشی؟ اگه شخصی نیکام هستیم تا جایی که من میرم چقدر معدب و شریف هم و دست مرا که هیچ کارام نیستم خودت میبوسی، ما هم دست خودت هم میبوسم قربانشان برادر عزیزم هستی. ما معذرت میخوایم اگه چیزی گفتیم خودت یک چیز ملال به نظر و افکار خودت آمد ببخشی، ما معذرت میخوایم. دوستان عزیز برمیگردیم، لینای ما همش مشغول است، بعد از پخش چند اعلان لطفاً بیاین با هم صحبت خواهیم کرد. افغانستانتان است، طالبتان است، مولایتان است، کمونیستتان، همه مردم یک مجموعی از افغان داریم در افغان زمین، بالایشان صحبت بداریم. این به قهر غضب دو زدن و فحش و ناسزا نمیشه. اینمی از افغانستان است، خدا کنه گپ بزنه نزد. به هر حال لاینای ما اینجا مشغول است، برمیگردیم خدمت شما خواهیم بود. استیتیش سان میدیسن کلینیک مدرن دندان پزشکی در قلب شهر هامبورگ، گنز مارک شماره 33، با سرپرستی دندان پزشک مریم تالی، دکتر دندان دیپلوم از دانشگاه شهر هامبورگ، متخصص امپلانتولوژی یا کاشت دندان و مواد آلمانی. استیتیش سان میدیسن یا زیبایی دندان پزشکی. در این کلینیک با تکنولوژی امروزه و کاملا جدید عمل جراحی دندان، حسب کشی، پر کردن ریشه دندان، تداوی لثه دندان، سفید کردن و تمیز کردن دندان ها اجرا می شود. در این کلینیک کلیه امور در داخل لبورها و سیستم اصل آلمانی اجرا می شود. کلینیک مدرن دندان پزشکی استیتیش سان میدیسن در قلب شهر هامبورگ، گنز مارک شماره 33. سوپرمارکت بزرگ مدینه در شهر هامبورگ، بیل اشتغالسر شماره 121، یکی از بزرگترین مراکز خرید مواد غذایی افغانی، ایرانی، ترکی، عربی، هندی و پاکستانی به طور عمده و پرچون در خدمت شماست. در مدینه سوپرمارکت
مواد غذایی برنج های باسمتی، الکریم، امران، رز علف، بهترین شیرینی‌جات، ترشی‌جات، عرقی‌جات، کنسرواب، انواع میوه های خشک وطنی، لوازم خانه و آشپزخانه. چای الکریم، لوازم دیکوری و زینتی خانه با قیمت‌های کاملا مناسب در خدمت شماست. همچنان شما می توانید امروزه چپلی کباب تازه از گوشت حلال، نان سنتی افغانی، رود، بولونی تازه را از مدینه مارکت به دست آورید. همچنان پارکینگ اختصاصی در خدمت شماست. آدرس مدینه سوپرمارکت، بیل اشتغال شماره 121 شهر هامبورگ. هیدری لا گروپ، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران متخصص در تصادفات و صدمات شدید بدن، از جمله اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت. دفاتر سامان هیدری در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 heidarilawgroup.com. سانکر مدیکال سوپلای کلیه لوازم طبی را تحت پوشش مدیکر با تحویل رایگان در منزل در 38 ایالت آمریکا فراهم می نماید. این لوازم شامل کفش های دیابتیک، کمربند و قوزبند حرارتی، زانوبند، مچبند، ساپورت مفاصل و صدها لوازم دیگر از جمله دستگاه های حرارتی و دارای ماساژ می باشد. ضمناً این شرکت مفتخر به ارائه جدیدترین دستگاه اندازه‌گیری قند خون بدون نیاز به سوراخ کردن انگشت از طریق بیمه می باشد. عزیزانی که از این خدمات استفاده می کنند، علاوه بر شرکت در قرعه کشی ماهیانه صندلی فول بادی ماساژ، از جوایز ویژه ماهیانه ما بهره مند شوید. برای اطلاعات بیشتر با 818-456-4480 تماس حاصل بفرمایید. برنج های پامیر که از جمله قدیمی ترین برنج های بسمتی در اروپا می باشند، در 24 سال گذشته همیشه برنج ممتاز شناخته شده و با عین کیفیت عالی به شما عزیزان تقدیم گردیده. شرکت پامیر با عرضه بیشتر از 10 نوع از بهترین برنج های بسمتی آرزومند برآوردن خواسته های شما در انتخاب برنج دلخواهتان می باشد. مراکز توزیع برنج پامیر، آلمان، هامبورگ شرکت پامیر، دوسلدور شرکت ساعد، افغانستان شرکت پامیر نوآوران هرات، کانادا وانکوور شرکت خیبر لیمیتد، انگلستان شرکت پامیر لندن. 41 million people will be on the brink of famine by the end of this month. Severe drought and endless conflicts have destroyed livelihoods, pushing them to starvation. Islamic Relief is on the ground providing direct aid and sustainable solutions, alleviating their suffering one family at a time. Donate today at irusa.org. د امریکا اوسیدونکو گرانو هیواتوالو، د دربار فود شرکت ویار لري چې د خپل وطنوالو کورنی مصرف محفلونو او رستورانتونو ته لونګي، سیله، وریجی د دربار او دربار شاه پنومونو ل افغانی خوان مسالو سره واردوي. زمون واړه وریجی د اضافه جوشیدلو ورتیا لري چې د خپل ختم او اوګدوالي لرلو سره بستاسو دسترخوان خوندور او خایسته کړي. یوار آزموینه اړینه ده. دربار ستاسو د دسترخوان خوند. Thank you.
دوستان عزیز، عرض سلام و احترام از خدمت فرد فرد از طریق شبکه جهانی تلویزیون 24 ساعته پیام افغان بخش سخنی اوریان در خدمت قرار داریم و البته اخبار روز رویدادهای اخیر افغانستان امروز سه شنبه 14 دسامبر البته پیگیری میشه. بالای موضوعات روز صحبت میداریم. هر روز یک تحولی هست و افغانستان وضعیت افغانستان در حال تکوین هست و حوادث کشور افغانستان با پاکستان، ایران، کشورهای همسایه دور و نزدیک گره خورده. بسیار جالب است، ما تعجب میکنیم که اگر افغان علاقمند نباشه مگر یک پاکستانی و ایرانی علاقمند به موضوعات افغانستان یا رویدادهای افغانستان خود بدانه. ما هم میخواهیم از شما که به همین لاین های باز تلفن بزنین، تحلیل و تفسیری داشته باشه، موضوع افغانستان رو پیگیری بداریم. ای که ما را چی گفتیم و ما تو را چی گفتم و چرا ایتو میکنیم او را هم باید نگویم. ما هم معذرت میخواهیم اگر کلماتی اگر از ما صادر میشه و قصدی نبوده و قصد توهین هم به افغان خود ندارم، دوست دارم افغان های خود و برشان مبارزه میکنم. دیگه چطور میشه که شب و روز خدا یکی کنیم و 30 سال رادیو و تلویزیون و چی میگم میکروفونا رو شاراندیم، باز بهم زدی اگه افغان یکی رو تعجیز کنیم و یکی رو توهین بداریم و تو نیست. ما همون برای مردمی که هیچ حتی نمیشناسم با یک شاکاسه نانم نخوردیم و قولم ندادیم، در غیاب یک کتله وسیع افغانستان در یک مخمسه و در یک واقعا حالت بدی گرفتار است، مصیبت گفته بعضی ما جایی که بالا سر می نشینیم، بعضی ها یعنی از قهر، از غصه، از غضب با طالب چیغ می زنه که افغانستان و حکومت افغانستان به رسمیت شناخته نشوه، امی پولی که منجمد شده ایران رها نکنه، برین طالب نمانین و که دیگه و دیگه، در حالی که طالب ما اونجا موجود است. دو دشمن خارجی و داخلی هر دور پرانده و رفتن و پس کار خود. دیگه ای که باید بچه همه چم از سود قرتک بزنه و یکی دیگه از او هیچ به دردی نمیخوره. تا جایی که من از اوضاع افغانستان برتان یعنی برداشت خودم میگم، تجارب خود عرض میدارم، حتی امیرم میدانستم که امریکا مغلوب میشد افغانستان 20 سال قبل برتان میگم. حتی رسانه های امریکایی رو گفتم که یک روز خواد شما خودتان خواد گفتیم که اگه اشتباه بود جنگ در افغانستان رؤسای جمهورتان باید خجالت بکشه که یک چیز آفتابی را نمیدانه بالای خطه که از اونجا هیچ حمله بالای امریکا صورت نگرفته، یک ملت هم میخواید تباه بسازه. خود رسانی امریکایی را به زبان امریکایی بایشان مصاحبه کردیم یا عرض کردیم 20 سال قبل در گفت و شنود افغانی هم صحبت کردیم، بسیار به صراحت لهجه می را عرض کردیم که طالب موفق میشه، همی خیزش و همی جهاد موفق میشه، تاریخ هم تکرار میشه و کسایی که دروغ میگن و میدوزدن و به مال مردم هم میخورن، نوکری میکنن و چاکری وارم تقبیح کردیم. مالم شما دیدین چه شدن اونا، همون نه مبارزه اونا میکنن و نه دیگه برای دوزی آمده بودن با پول فرار کردن، مثل که یک دوز خانه شما بیا دیگه دوزارم با خود بیاره بگن شما چور کنین همی خانه را، ما پولش ما میتیم و در استخدام ما قرار بگیریم. همه طور شده. اگر ما نظر مخالف دارین بین بیان بدارین با هم در میان میگذاریم و اگر نه خوب آفتابی عرض کردیم در طول سالها. اینجا در جوار میدان هوایی در 29 آگست برابر یک سه ماه قبل یک فامیل که میخواست فرار کنه از افغانستان به امرای امریکایی ها و خیلیم کار میکردن، در استخدام از اونا قرار داشتن، در برابر منافع افغانستان وطن فروشی کردن و برای از اونا کار میکردن، کالای خدا و بخچی خودم جمع کرده بودن، بام امریکایی آمد زدن سر به نام شاخه خراسان و که چطور چنان اما آخرین ضربه را اینجا طوری که گفتن زدن، ده نفر فامیل یکی قتل کردن از بین. بازمون هنگام اینا گفتن که ما اگه اشتباه کردیم، ما اینا نه داعش بودن و نه شاخه خراسان و دیگه، اگه اشتباه
اردوی امریکا بود، استخبارات غلط برای از اینا رسیده بود. آل بعد از 3 ماه اینا میگن که هم امروز شنیدیم اخبار حاکی بود که نه کدام جرم امریکایی مرتکب شده و نه محکمه میشن، برین پس کارتان و امریکا هم شما را نمیخواید اینجا کاربارتان در امو افغانستان داشته باشه. اینجا باز هم اسلام مطرح میشه، ایمانداری که یک نفر از یک فامیل همیلی چیغ میزنه که ما رو چرا امریکا خیلی نمیخواید، ده نفر مرده نمیفهم چند تا باقی مانده. یک نفری که قدر ظالم باشه که ده نفر فامیل شما رو همه تو اشتباهی بکشه و بعدا به داد شما نرسه، غرامات هم نپردازه و 3 ماه بعد بگوی که اشتباه نبود، برین خاک در سرتان، خو یک فامیلی بسیار بیغیرت و پست میتونه باشه که بازم بیایدم دامانی همون مردم خود شرش کنه، همبرگر امریکا رو بخوره و بازم اینجا بدبخت شد و بیمیرن تا آخر عمر خود. امو ابراهیم عابد، امو کمیدین افغان، بسیار چیزای خوب واقعی بینانه رو امو آدم بیان داشت. به هر حال همینطور است. بله؟ علیکم. و علیکم سلام، خیر و خیر. مهربانی خدا من شما خوب هستید. خیر و خیریت. ان شاء الله ساعت دارم. نبودین آقا کجا بودی آقا برادر کجا؟ والله یک جای سفر کرده بودیم و بسیار پشت شما دق شدیم. همین دیروز برگشتیم. مثلا باش برای شما یک تلفن کنم و هم یک نظر خدا به تمام. برای یکی گفت سفر کو، گفتم و دیگه خوب سفر میکنم، ما رو سوز میته میان و سه بود ما اون رفته نمیتونیم. میخوایم یک چند هفته ما هم سفر کنیم و همین تلویزیون یکی هم تو برای فرزاد جان اعلام بدیم. مهربانی کن. خداوند شما را اجر بده که همگی مشکلات شما بله از جای رفتن و از تفریح و از دیگه صرف نظر میکنیم و در اینجا خداوند برای شما خیر و برکات فراوان عطا بفرماید. تشکر. تشکر نام. دیگه خطاب صاحب، همین شورای نظار، همین نفرات که وطن فروش بودن و همیشه دروغ میگفتن، این بیچاره ها از نعمت ایمان و متاسفانه که حال محروم شدن و آمدن آساس تا وقتی که بود دیگه قسم تومت ها میکردن و به نام اسلام عوام فریبی میکردن، حال بکلی واسه ضد اسلام آمدن و از آیت و حدیث گرد میزدن و از علم ترکیف میگن که در اینجا تاثیر ندارد. همین برادر ما آده انسان خوب است، اما بسیار گپای به عقلانه میزنه، بسیار ای باید یک زنانه ممراش جدی گپ بزنه که خدا نخواسته به کلی بی ایمان از این دنیا نره. برادر من برد بگویم امی آیت و حدیث اگر نمی بود خودت امروز اندومی بودی، گوشت خوب میخوردی، اولادکایت می آمدک از دسکو کت گلفرند خود کت بایفرند خود در اتاق پالویت یک مسیح و مسیح هم انداختم، خودت خانمت از سر سرک یا دسکو میشناختی آرسی میکردی، نه سر تو اعتبار میبود نه سر از او اعتبار میبود، خروار میچریدین. یه عقب ماندگی که در افغانستان است، در بسیار ممالک دنیا است و مسلمان هم نیستن، اگر در هندوستان بری، اگر در برازیل، مکزیکو، در بسیاری مملکت های دیگه، با وجود از اینکه افغانستان 40 سال جنگ دیده، اما امیال مردم هندوستان یک تعداد زیادش بچنان بدبختی گرفتار از پاکستان که مردم افغانستان کارم میبرن. شکر میکشه که بقدر ما بدبخت نیستیم و مهمتری که شکر الحمدلله ما مسلمان هستیم و در این وقت کوتاهی که امارت اسلامی افغانستان سر قدرت آمده، بسیار افغانستان پیشرفتا کرده. از این جمله پیشرفتا آدم گفته نمیتونه که حال آسمان خراش ها جور کردن و فابریکا جور کردن، همین که فعلا نفر کشته نمیشه، همین که شریعت اسلام در اونجا تطبیق میشه دیگه، فحشا نیست، شراب خوری نیست، صلح و آرامش است و مردم مسلمان و دلسوز سر قدرت هستن و کوشش میکنن، جهد میکنن که افغانستان به رسمیت شناخته شه و بسیاری قراردادهای اقتصادی را فعلا یا پیش بردن و در همه گی امور کشور اقدر پیشرفت کردن که در 20 سال کمی صرف نظر از این چند تا تعمیری که در کابل و بعض جایا ساخته شده، به این وقت کم چشمگیر است. آدم والا ایران میمانه که چقدر خداوند بر از انرژی داده و چقدر خداوند ما را موفق و کامیاب ساخته
که هم در افغانستان سلاح آمده، هم دوزی و غریب و هم همی دست جنگ سالارهای مثل دوستان، مثل بقایای مسعود و حزب وحدت، حزب گلودین، حزب سیاف، هم که از یا قلاشایی بودن که هم دختر مردم از دستشان آزار داشت و در امان نبودن، زن مردم هم بچه مردم هم یا میرقصاندن. برادر خود که یک ذره شکر بکنش، یک ذره عقل تا در کار پرست و میایی فکر میکنی که از کلکی که تو اوشار استی، باز بسیار دل نازکام داری، باز لب میشینی، باز لب عشق میریزی، گریان میکنی که آدم برات حقیقت بگویه. اما وقتی که پیش ازی که در تلفون میامدی، اول تو فکر که تو یک افغان استی، مسلمان استی، شکر خارجی از افغانستان رفتن، استقلال افغانستان بدست آمدنی کسایی را که تو طرف دارش هستی و بسیار خیانت کردن به افغانستان و کسایی را که بد میبینی و تومت میکنی بسیار خدمت کردن، بسیار گناهگار میشی، بسیار روزت هم در دنیا هم در آخرت روز روزگارت روزگار سخت میشه. برادر یک ذره فکر کنید، یک ذره خدا اسلام و سلام علیکم و رحمت الله خطاب او بسای زمینی از اونا هم از محبت شاید بگوین که تعالی بیای و پیشرفت بیای و دیگه کنه. بسیار جالب است همی کشورهای همجواری که به زور ایمان افغانها آزادی خود گرفت، که ترکمنستان، که ازبکستان، که نمیدونم تاجیکستان و کیستان و ایستان زیر سلطه شوروی وقت قرار داشتن، اقماری اونا بودن، ولی واقعا بسیار پیشرفت کردن و تعالی دارن و بازار زرق و برق و دیگه و دیگه دارن. منطقه افغانستان یک خواص مردم افغانستان دارن که به او زرق و برق و قرازی نمیشه و تو لذت و کیف نمیبره. همی ابراهیم عابد گفت که در اونجا همه چیز است مگر خاک ما نیست و مرا خوشم نامد و سهب. اینجا که آمدم همی اکسیجن افغانستان مرا یکی زنده است. این بسیاری ها برای ما گفتن. مرحوم دکتر صاحب ولی نوابی را پول جمع میکدیم میفرستادیم به افغانستان و یک بخچی دوا داشت که دوای فشار که شکر که دیگه و دیگه قلب، یعنی چندین نسخه دوا داشت با خود عمل میکرد. مرا والا گفت که ما در یک جای رفتم همی بخشی دواهای ما از یادم رفت. بازمون میگه گم شد، نفهم چی شد. حتی هیچ ما فکر ما نگشت که بخشی چی شد. یک ما بعد خبر شدم که دوای ما گم است. میگه یکقدر یعنی ما خود ما بدن ما آرام بود که هیچ ما دوا ضرورت نداشت. این وقت امر امی است که دمی سینین دمی موقف هایی که انسان ها میرسه همون وطن بهترین ادویه و دوا کلچر برای همون مردم هست. ما مردم که آمدیم وقت دیگه وقت بود و صاحب از امید صفر شروع کردیم، استایست برو 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 عادت کردیم. بسیار روزای بدی را شما باور کنیم در اونجا در افغانستان انقلاب شده بود و ترکی آمده بود. ما میخواستیم پس افغانستان برو. سید داود آقا کاکا خاندی ما بود، دوست بابی ما بود، او برای ما خط روان کرد گفت تو دیوانستی، در افغانستان خون میریزه، مردم عوض تا میکنه که رفتی امریکا، پس برمیگردی دیوانستی که میایی و دیگه دیگه. مگر باز هم ما قانی نمیشدم، همی علاقه به وطن دیگه. باز استاست آدم جوش میخورد، این ممالک و عجست میشه در حقیقت، اکلمیشن میگن یک کلمه اینا داره به مرور زمان. مگر اینکه تازه یک ناچاب یک فامیل پرت و مرغاور بیارو دمی بیسای نظامی امریکا برشن بسیار دشوار. برحال هستم تو. بله سلام علیکم. بله خطاب صاحب سلام علیکم. سلام انجینیر صاحب، جوری پا خیر 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 و خیریت سال ری صاحب زبا پا دری واقعی گم. ما از تمام برادرهایی که در مصاحبه در هر جای در مجلس شرکت میکنه، یکی حکومت دوران کرزی بود یا از دوران غنی بود یا فعلا حکومت امارات است، او را یک طرف بگذاریم. فعلا از 20 تا 30 میلیون مردم افغانستان با گرسنگی رو بروست، زمستان است، هیچ چیز وجود نداره. هر عملی که مفاد برای مردم برسنه امو قرار باید آدم پیش ببره، امو قسم گپ بزنه، نه گپای امو خصمت یا خودم غرض دیگه.
ای که آدم باز گپ بزنه که امریکا چرا امروز اعلان کرد که می پاکستان نمیته، این مسئله بسیار زیاد است، تحقیقات بسیار زیاد داره با ارتباط پاکستانم. همین مردم را فکرش این طرف و طرف نکنه، افغانا جمع شود در هر ولایت، اول خو همین گپ امارات میشنه و در هر ولایت مردم به شکل قومی یک جا شود، تقاضا کنه از امریکا که پیسه مرا اجلا کن و دیگر کمکرم بخواید. گپ ساده نیست، مردم بسیار با تکلیف است. بله امارات که آمده، امارات با یک خرابه آمده، با یک روز یک خرابه جور شده نمیتنه. بله امارات نمیخواه که یک تخنیک و یک چیز را با چف با وجود بیاره. در اسلام گفته که نفقه واجب اتا فرض است، اونا کرای را که امروز کرده او امنیت است، ابروز همین دو چیز را بر مردم افغانستان آورده، اتا امنیت بر همسایه هم رسیده. چرا ما مردم از حقایق چشم پوشی میکنم؟ ما خواهش میکنم از مردم که هر گپی که میزنه بروی حقایق و فعلا با مفاد مردم بیچاره گپ بزنه. دیرالا. بله بله طالبان ما گفتم که در وقت خرابه آمده، ما خودم در امریکا هستم، یک لیتر با 90 سنت انداختم، علی یک لیتر با 5 دلار رسیده. قیمتا در هند و پاکستان و در ایران در تمام چیزا را چقدر بلند رفته از خاطر خوشسالی و مشکلات دیگه. گناه امارت چیست؟ ما باید رای را بسنجد که با مردم بیچاره کمک شود. زیادتر وقت دانه نمیگرم، با من خدا امید که مردم فهمیده بشه. تشکر. و میتونست یکی خواه همی 20 سال اقتصاد بخور و خوک و سب چورک و چپاولک و دیگه که تو تهداب اقتصاد گفتم فابریکا درست نشد که مردم به کار گماشته شود کار کنن. باز اگر امریکایان برای اونا کار خود به پیش ببره، استخدام از خود، مال از خود، خوراک، متکی به خود شود، تو یک اتکا، یک دیپندنسی، اتکا به دیگه، خواه پول بیرون، متای بیرون بود. او یک خرابی دیگه بود که امریکا امور روا داشت به حق مردم افغانستان. ولی از اینا هم گفته از برادر ما با چف و پف از اینا نمیشه. ای چف و پف نیست، یقیده است. چف و پف یعنی قرآن منظورت است که آیات قرآن چف میشه، یک نفر تسکین میشه. در وقتی که گرسنه بودی اگر ایماندار بودی تسکین میباشی، اگر یک ثانیه و حادثه و سرت میه بشه تسکین میشی. خود پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم در حفر خندق یکی نزدش آمد گفت که ولی ما از گرسنگی میمورم، یا پیغمبر ما حتی سنگ بسته کردیم که گرسنه نشو، ما می تحمل داشته باشم، اما هم دیگه نمیشه، ما دیگه دستیم، ما شور نمیخ، دیگه انرژی هیچ ندار. باز پیغمبر مبارک هم دامن خدا بلند کرد گفت انسای که ما دو سنگ بسته کردیم یواز یک سنگ. یعنی تو حالات چی آمده؟ مسئله ایمان بوده. اینا یک تمثیلی از دین است که برای ما میشه، باید خود چی کنیم؟ آمدیم بالای پیشرفت تعالی، اگر طالب می پیشرفت نکنین، تعالی نکنین، صرف خو شوین در خانه، چف کنین و آیت بخوانین، او باز درست نبود. بله سلام علیکم لپاکستان اگه گیگی سب. سلام علیکم. سلام علیکم. خیلی سب جور پا خیر خیر و خیر. مهربانی خیلی سب. او سب سلامت شد. خطاب سه و با خطاب تا اودا دیتاسو اولیدون که تا اون رو سلام بریم. و علیکم سلام. یو بلا خبر داد است که تقریبا دا یو جنگ و اوس نظامی جنگ و امریکا له امارات سره بغی که امریکی شکست و خود اوس اقتصادی جنگ شروع کرده دا او باید دی جنگ تم سره دون نواغه نسی لکه دوانان چه دون نور خطا دی نو باید و سره مقابلم که دی سره تقریبا دغه موضوع نه تقریبا دی امریکایان و دی وطلو نه امارات تا تک نه تقریبا یو کال یو نیم کال مخی دوی تیتیانی پا بانکونو که بندولی دیر سخت شرایطی وزا کری وند چه تا با کلا چیتی کولا پل کو ملک تا با دی سمال را گوختند دی با تا تیویل سی من ایسی سی دی را اولا دی آغی کمپنی مثلا چه دا کم مال تا را اولا دا چون مال دی سر پاتی دا گودام که پس دا غینا بیتا تا دوباره چیتی کولا یعنی دوی دا غا پرگرام لدیر پا خواه نو چه دا بانان هم دا غا سی ضعیف و آغا کی
نو دا افغانان سره دوی دښمنی له افغانان سره ده. کله چې دوی له ویتنام نه وسی بوتل په ویتنام کې هم همدغسې یو کار وکړ، مګر د ویتنام خلک ډېر تکړه خلک ول. هغوی د وریځو کښت شروع کړ. چای نن غونډې دنیا ته ویتنام چای ورکړي، حتی چین ته یې ورکړي. مونږ غونډه چای څه ده، شین ګرین ټي، دا له ویتنام نه یعنې غونډه ډېرو ملکو ته روان ده. حتی په نامه د برازیل دوی یو چای جوړوي چې هغه ډېر زبردست قیمتي چای ده، حتی دلته افغانستان ته هم راځي، پاکستان ته هم راځي. نو هغوی بېرته خپله مبارزه شروع کړه، د خپلو خلکو د هغه هر څه په بند ول. همدغسې لکه د افغانستان څخه خلکو تایرو کې د امریکا ته تلل، همدا په همدغه شکل باندې ویتنام نه ډېر خلک لاړل. که همدغه اوس یو اعلان دوی وکړي مثلا یا فرانسې ته، یا داسې راځي تاسو مفت کورونه هم درکوو، پیسې هم درکوو، شاید ډېر خلک ته فرانسې نه هم ووځي. خو خبره دا داسې اصلي خبره دا ده، باید مونږ د اقتصادي هغه ته سره مقاومت وکړو. افغانان باید دې سره کلک خپل عزم ټینګ کړي او دغه مبارزه وکړي. زه دا بل سوال دا ده، ما خطاب صاحب چې زه داسې وایم که دغه امارت لاړ شي څوک راولي وس کې؟ شکریه بارکزی راځي، دوی خو یو میړه نه ده، شل میلیونه نه لرودل، څوک راولي دا؟ زه خو مونږ خو په افغانستان کښې داسې یو د دې بدیل نه لرو، د دې حکومت بدیل نشته. او دا چې دوی وایي چې مونږ مثلا د امریکا وایي چې زه د اقتصادي ضربه باندې به دوی هغه کما تسلیم کما، مثلا وزارت دفاع به ماته راکړي، وزارت خارجه به ماته راکړي، یا وزارت داخله به ماته راکړي، او د ما شرطونه به ومني. زه فکر نه کوم چې امارت دا شیان ورسره ومني، ځکه چې مونږ زه چې د امارت دا کوم هغه ما ولي د فداکاریان یو شهامت او دا امنیت چې راوستی، حتی خپله ملا برادر خطاب صاحب په اروزګان کې کونځي کې د خپل شخصي ځکې کې یو کلینیک هغه هغه یعنې ورک خلکو ته، ورته وایي چې بس د ما لپاره دا ځکه تاسو ته وقفه شوه. اوس خبره دا ده، زه وایم چې دغه شلو کالو کې یوه شفخانه، یوه فابریکه، یو بند برق امریکې مونږ ته جوړ نه کړ. نو اوس بیا څه شی ده؟ امریکا څه نور څه غواړي؟ یو لک شپېته زره عسکر یې راغلل، هغو څه شی ونه شو کړی. اوس به دې څو نفرو باندې به دوی څه وکړی شي؟ هېڅ هم نشي کولی. مقصد هغه افغانان بېچاره او غریبو ته به یو درد سر پیدا کړي. ډېره مننه، ډېر ښه تحلیل دې وکړ، ډېر واقعیتونه دې بیان کړل. همداسې ده، زما نظر همدا ده چې متکي وو هغوی چې لاړل، اقتصاد ګډوډ شو، پیسې هم کنګل کړې وو، چې نه پوهېږم خلک یې هم بوتلي وو، وضع یې هم ګډه وډه کړه. بله، السلام علیکم. سروری صاحب السلام علیکم، جور په خیر. وعلیکم السلام و رحمت الله. خیر و خیریت خوب است. در هیچ جای دین مبین اسلام بر ما شما گفته نشده که مانع پیشرفت و ترقی شوید. بله بله، نه نه، مانع فساد و خیانت در ترقی شده، که وقتی که ترقی پیشرفت میکنیم باید در فساد خیانت و بدبختی نکنیم، دزدی نکنیم، مردم رنج نکنیم. مانع خیانت در فساد در پیشرفت از خطاب مطلب قبلی معمول سکولرهای روشن فکر خدا روشن فکر تاریب بینا را با یک سوال میکنم از شون خطاب مطلب. خب ما مثلا مسلمان، خودت مسلمان، علما مسلمان، همین سکولرهایی که مثلا در ایمان در اسلام ایمان ندارن، اینا چرا پیشرفت نمیکنن نکدن؟ 100 سال افغانستان سکولر بود، کدام خدا زده از این یک فابریکه آورد، یک صنعت آورد، یک خود کفایی ساخت افغانستان؟ از خود سوال کنیم، امی سکولرهایی که در امریکا و جرمنی یا ششتن خدا مطلب جای صنعت هست، جای پیشرفت هست، چی اختراع کردن اینا؟ چی کردن؟ غیر گبزدن یا دارن و غیر انتقاد یا دارن و دیگه هیچ چی دیاب ندارن، گناه را سر اسلام مندازن. چرا تو خیانت میکنن به دین اسلام؟ چرا که دروغ میگن؟ اینا چرا شرم خجالت نمیکشن؟ کو پیشرفت شما؟ چی پیشرفت کردن؟ نو الحمدلله حکومت اسلامی کامیاب شد، شکر. فساد اداری از بین رفت، خیانت از بین رفت، بچه‌بازی، فحشا، چیزی که انسان بد میبینه غیر مسلمان، همین انسان اینمی چیزا رو بد میدونه، الحمدلله از بین رفت.
آرامی در افغانستان آمد که در 100 سال نداشتیم، شکر عدالت اجتماعی از شکر الحمدلله. خون افغان قیمت پیدا کرد، ناموس افغان قیمت پیدا کرد. خطاب محترم درست می پیش از این خون افغان نه ناموس ما و شما قیمت داشت. بخیزم چشم خدا باز کنن این سکولرهای بدین غیر گفت زدن یاد دارن دو کلمه فارسی یاد گرفتن، انگلیسی در هر جای میشینن در رسانه ها میرن صحبت میکنن. دیگه چی پیشرفت کردی برادر جل اولاد در امریکا و در اروپا در روسیه در هر جای خرسی ما شما خب ملاخ ملاخ نکد ما شما چی کردیم؟ این سوال باید از خود کردیم. عربستان سعودی باید اینا یک کمک توجه عمیق کنند، تاریخ ببینند، سیاست بدانند، باز صحبت کنند. عربستان سعودی مملکت اسلامی نیست حکومتش. خطاب محترم مسلمان ها زیر یوغ سعود فامیلی هستند، اونا هم همه اجازه ندارند در سعودی. یک فامیل امریکا برشان شان فامیل بسیار پست مانند اشرف غنی میآوره، ابی شورای نزار آوره برشان توفه داده شد چیشتر. بله بله تشکر لالا. ما شما باید خطاب مترم ایره درست میگن باشی نکس ما شما الحمدلله ما هیچ وقت من نمیترسم مرکز طالب بگه. کاش که او غیرت طالب هم میداشتم، کاش که او ایمان طالب، کاش که او قربانی طالب هم دادم میتونه. چشم طالب هست صدقه، چشم مادر شما صدقه، پدر شما صدقه. تشکر لالا. ما که کس باره ما شکر خیلی خلقی باید شدیم یا که بترسیم که او والا از طرف طالب تاپی طالب شکر الحمدلله خوش کسی که مرا طالب بگه خوش میشم، خوشحال میشم، الحمدلله افتخار میکنم. کمت حکومت پاک، کمت بچه های شجاع کلشت مملکت بینیش در خاک زدن. این چپ و پف نبود، بیزور اسلام نبود، نصد الله نبود، غیر پاکستان که اومد پاکستان چی در مقابل چلشت مملکت پیشرفته سوپر پاور یک پاکستان پنجابی کلچپ چیست؟ خدا بزن نیاره هیچ نه یاره من اکرام میکنم، نه اکرام دارم. اینا دروغگوی منافق هستن. سکولر دشمن افغانستان است، سکولر منافق است و همیشه دشمن افغانستان. تشکر لالا بعد اکفایت کرد سنت و رحمت الله و علیکم سلام. همونطور از همین خاندان سعودی اگرچه همون شکریه جانم اونجا که مثل عربستان سعودی یک حکومت داشته باشه مثل مصر رو که دیگه یارا مثال داد، در حالی که بیخبر از این که حکومت عربستان سعودی یک حکومت جابر و تحمیلی است. امو یا خاندان حکومتی هم شمول نیست. در مصر هم وقتی مرسی در انتخابات برنده شد بعد از چندین سال حسن مبارک که نوکر امریکا بود برنده گردید و بعد از او سه برز بحانه های سنجیدن و سه به کودتا صورت گرفت. امروز یک حکومت کودتایی اونجا حکم است. کجاست همه شمول؟ و امی نمیدانم خب باید صحبت شود بالا امی مسائل عرف زده شود منطقی. بله سلام علیکم. علیکم السلام جناب خطاب سبتاست و ده مسئول مرکز تلویزیون طول ولیدون کو اوریدون کو تا. وعلیکم السلام. السلام علیکم و رحمت الله. وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته میربان. جناب خطاب صاحب دغه کوم القاب چې دغه وطن فروشان او کمونستان او سکولاران او شورای نزار ګلم جام ته ورکړ شوی ده، د ملت القاب دي، د ملت نه ورته ورکړ شوی دي. دا چې اوس دلته څوک بده مني او د قرآن آیات و حدیث ته توهین کوي نو دوی خپله د اسلام د چوکاټ نه وځي. راځم د افغانستان په موضوع خپل نظر وړاندې کوم. جناب ډاکټر صاحب د خطاب صاحب د افغانستان اوسنۍ معضله چې ده یوازې افغانانو پورې تړاو نه لري، دا د ټولو نړیوالو او د منطقې هیوادونه په دې هغې کې ښکیل دی. دا چې دوی اوس ټول خاموش دي افغانستان اوسنی وضعیت باندې غور نه کوي نو دا په دې لوی جرم او انساني جرم کې دا ټول دخیل دي. نو نړیوال که د افغانستان اوسنی سیاسي او بشري اقتصادي ناورین ته په غور سره متوجه نه شي جناب خطاب صاحب، دغه شاید دغه بحران نړیوالو ته او د دې او د دوی حامیان چې دي د کوم متحدین چې دي نو دا به یو لوی بحران سره مخامخ کېږي.
اول د افغانستان اوسنی حکومت نه مهیله داده چې د افغانستان اقتصادي او کوم بحران چې ده د دې لپاره دوی کولی شي د حل لار پیدا کړي، یعنې ډېرې حل لار دي چې اقتصادي مشکل حل کړي، ځکه ملت اوس فعلا خوراکي موادو ته اړتیا لري، نو خوراکي مواد باید ورته راورسوي، نو کیدای شي ډېر زر دغه بحران نه زموږ ملت وژغورل شي. ډېره مننه لطانه صاحب. بله، سلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمت الله و برکات. سالری درک دی نسته چیفتی؟ والا دقل دیو نسمو که غوگ نیسی تا خبره تا بس مجلسونه دی تاوده دی سور تو بایدی مونگا غوگونه دی ورطا خورلی دی هم دا تمام از نه نه خدایی نکی ولی زبا یو دو تبصیری او کم اول خدا دی افغانستان که دا مشکلات او دوام بیا دی حل داره. اول خدا دا شلکال استعمار شوه دی افغانستان افغانستان و یا بیسیک انفراستراکچر دی هر شی اقتصادی بنیاد لمنځه یوړ. یو وخت کې په افغانستان کې نساجي د بګرامي و نساجي چپل سراج و نساجي د بلخ و نساجي و په هرات کې پشمینه بافي و په پلچرخي کې پشمینه بافي و دا مغازی و دا هغه صنعتي دستګاه وې چې افغانستان کې په کار و او خلک یې استخدامول او کار ورته برابره و. اول لکه سپینزر و لکه داده سمرت و غوری سمرت و جبل سراج سمرت و ده هر شی سی و که تمر ملی هم و بیا هم اغا یو دیده کار جای خلکو تا برابر و سی خلک کارو که او خبال یو تقریبا نیمه سنتی و مملکت و او بوتون جوڑه و دیو قاب بوتون جوڑه و یعنی یو واره واره سنتون او پا افغانستان که دقیقا شلکاله انقلاب سی راغه یا شلکاله استعمار سی راغه دغه صنعتونه ټول ملي شخصي کړل او کله چې دا شخصي سو بالغه تجارتي سو تجارتي دامانه سی تجارانو مال دیده په ځای چې افغانستان کې جوړ کی هغه مال ویل چاینا نه پاکستان نه ایران نه ترکیه نه بلج نه به راوړل. نو د افغانستان د اقتصاد هغه اساس یا بنیاد بیخي بی ختم که په دې شلو کلو کې دغه سي د صحت په یو وخت کې په کابل کې دوا جوړېده، په کابل کې به بوټونه جوړېده، د بخار به جوړېده، یعنی که وګورو موږ او تاسې هغه ورځني مصارف یا ورځني شی چې موږ کارول هغه ټول په افغانستان کې جوړېده. لهجه دیدې نه وسي دا پاکستان یا ایران یا چاینا یا بلج نه راولي. شخصي خلکو تجارانو ته ګټو لپاره دا کارونه شروع کړل، دا ختم کړل. اوس موږ یې په حساب معتاده کړلو، خارجي موادو باندې معتاده کړو. کله چې خارجي مواد معتاده شو بانکي سیستم هم خراب شو، نو اوس پیسې نشته. نو پیسې چې نه لرو باید چې له خارج یې واخلو، چې خارج نه رانشي موږ لوږې پاتې کېږو. دوهم د موږ او تاسې زراعت دوی خرابه کړ، د موږ او تاسې زراعت دوی ده چې نقدو پیسو یا کش کراپ زراعت جوړ کړ. اصلا بیسیک کراپ وایي اساس دی زراعت یو مملکت باید چې دغه بیسیک سټیپلي او جوار او غنم او وریج او کچالو دا شیان دي. موږ او تاسو هغه ټول پیاز او کچالو او څو څه زعفران او دا زخ کارونه وکړي چې هغه تجارتي مال هغه چې څوک وانه خلی او خط نه سي ذاتي ختمي کوي ټول باغونه باید په افغانستان کې د حل لارې دغه ده چې اول موږ او تاسو د دې په ځای شي وایي don't look outside look inside. د نن باید وګورئ شیش لرو دا چرمینه بافیان چی دی، چرمینه فروشان چی دی، بوتون دا کارو کی، آهنگران و مسگران و دا خلکی خپل ملکی کارو کی وشه جور کی. مثلا زراعت لپاره باید حکومت اعلان رو کسی اکثر از مکی باید غنم و کرد چی دا باغ و باغداری و منی و انار پاکستان تیزی دا چکو چی پاکستان تیزی که منگ غنم و لرو پروانه که انار بنخرو منی بنخرو اما نس خوب موری کنم. دا دشه د زراعت باید سل سکل نه حکومت اعلان وکړي چې زه دي بیسیک سټیپل چې د افغانستان باید دا تقویه شي او وړه وړه صنعتونه چې په افغانستان کې دي هغه تقویه شي. پاتې شو کمپیوټر او تیاره او دا خو موږ بیل هغه نه شو جوړولی نو صنعت لرو نه بل لرو هغه به بیا اخلو او هغه بهبلبلبلډېرهمننه دا تجارانو دا حکومت باید چې اوله په دغه وړو 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 شیانو باندې چې هغه موږ خپل هم جوړول معقوله غږېږي هم هر شی لرو ام وای هغه وای خام مواد لرو ام پاخه مواد لرو که دې باندې دا فکر وکړو چې ان شاء الله چې په دغه کال کې دا وخت موږ دا مشکل ونه لرو.
دیرمان دیرمان خیلی خیلی دید دیتا تر خبری پوری دیمون پسر خواهو که سرای خدای دیو بکی جمع خان که کن میدی در جمع خان که که رو رد سی هر واری بوار اخلی جمع خان که که چال ری وی آرام آرام میم دستی آرام هیم چنگ آرام هی جمع خان که که وی اغده ایما کندولو لغنم و اغده ولو دکت یا غوالرم شدی را کهی سار شدی خورم مستیم به غرما شکنه پخوو آلتا مستیو سر استفاده تری که واقع بیا زمی چیسی او پسی لرم اغا لال کم ار کالی وی او پسی لاندی غوخت ری جوڑ کم خاص لرم بل لرم لدخپلو پتوی و لاغنه نوز آرام ایما نو چسی مشکلات لرم مازی فکرو که در دنیا که کل کل دا حلقه دا احتیاجاتو دوم رسره زیاده ای که لکه آقا گونده چه دنیا باید او خوری و زان بیا انسان نپی مدی او که او غاری چه دیر کم بنده گزاره و که خوشاله و خوان تر واخلی آقا بیانو بیخی بلا خبره نو دا آقا دا جمع خان که خبره و دا ایتا چه دا غنم و جوار و دا بیسک نسیسیتی لامغه و پتوی راسی آقا دیر ایتا خبره خو آقا دا دا غنم دلته په افغانستان کې نه تنها زعفران ورورم دغه ډرګز و چې چرسو تریاکو ده په هغه کېدل او هغه هم امریکا کرل و ړندې سترګې ور وړاندې کولې او طالب چې راغی غونډو ته یې ویلي چې تی مه کړئ یو وار هغه ملا محمد عمر ویلي وو چې مې کړئ ته وې دغه یوسفزی څوک ده بلې سلام علیکم آقای خطاب سلام وعلیکم خوب اسئله خوب بفرمایئ یوسفزی صاحب ما یک پیام دارم به کسایی که گریختن که در بیلیون ها دالر امونا را میگم امونجا باشین دیگه دوزی کردین گریختین ساعت تانه تیر کنین پیسا را بخورین تا که بمرین در قبر و باز سوال جا از شما شود همین مردم افغانستان بگه آرام بانین نه ای مقاومت به درد میخوره و نه ای آمدن از یا به درد میخوره و نه کسی ها را کار داره بیادر با ما علوا گفتن خود دان شیرین نمیشه بیادر بله آقا کنید آقا خاموجا باشند باشند نو هستن چه روشار مردم هستن و اوشار هستن دگار جنگ مندازه بیادر ما که دیدیم بله و دومی که اینا بنام امی سیگار امی تفتیش امریکا مگه اینا خب مکتب های ساختگی داشتن قوای عسکری ساختگی داشتن آقای بایدن هم که برای دکتر اشرف غنی گفت ما برات 3 لک اسکر جور کردم تو با ما گفتی 3 لک اسکر داریم در حالی که خودت 40,000 اسکر نداشتی 10,000 پلیس نداشتی کلش خیالی مکتبا خیالی بیلیون ها دلار در جیب زدن دوزی کردن آمدن و هنوز هم حالا میگن که ما میریم مقاومت میکنیم کل آدم های مبتذل آدم های مفسد دوزا آدم کشا گریختن رفتن هم مردم افغانستان از شر از او خلاص شده و هم امریکا از شر از او خلاص شد امریکا میفهمید که اینا مافیا و دوز هستن حال و هر چی کنن قبول نمیشن از طرف مردم و در زون مردم از افغانستان میگه که زمان اعلیحضرت محمد زادشاه آرامی و امنیت است و بیرون آدم های لوده همگی میگن که الک اونجا جنگ است که او را کشت که او را زد که او تو شد ای گپ مردم داخل افغانستان معتبر است نه از بیرون 4 تا 2 که همراه میلیون ها دلار گریختن و اینجا در سوشال سکیوریتی بودن در تقاعدی بودن تقاعدی ها را اعلام کردن 800 دلار معاش خود رفتن میلیون ها دلار را کش کرده بودن شما میفهمین بله ها بله شده بودن خب به هر صورت در آخر براتون میگم که این تمام مشکلاتی که امروز در افغانستان است بیزاری میگن از زمان سردار داود خان دیوانه شروع شد که کودتای و احمقانه کرد و افغانستان امروز تا امروز به این حال رساند و اگر افغانستان شما میفهمیدین ما میفهمیدیم هیچ گپ نبود پیشرفت و ترقی بود در وقت خب بازم خلاها وجود داشت اما سرمنشی تمام همین 40 سال بدبختی افغانستان کودتای احمقانی سردار داشت. بله آخ واسه میشه تشکر جریانات تاریخ است ولی که داود خان چی کرد و دیگه که ما چی کردیم در این دور در این انگام یعنی خود داود خان همه کلی بود ولی بلادم بود در مو انگام که کودتا بی سابقه بود اولین
کسی که کودتا کرده همی سردار داود خان بود در عصر اخیر ما که ما دست چپ و راست خودم میشناسیم کار ساده نبود. دیگرها هم که بمرای از اونا بودن به یک عمل دست دادن که بسیار خطرناک میتونست باشه و به حیاتی از اونا بیانجامه. منطقه از داود خان ملاحظات دیگه چیز است که آیا او کودتا و جمهوریت میخواست یا ای که بسیار قهر بود که به سر عموی شوره تجرید قرار داده و که دیگه حکومت دخل و غرض نداشته باشه و یعنی خود قهر بغض و کینه و عداوت و اینا بسیار کارهایی را بعض انسان ها میکنن که بی سنجش تا که به مو هدف خود برسه و اتفاق شوه. داود خانم ده او بخش و علاوه از او حکومت داود خانم که بود حکومت خودش بود به ایسی پادشاهی که زیر نام جمهوریت خودش شرش کرد و همون تو یک چیز بود تا نه رای مردم گرفت و نه کدام کاری. مگر آمدیم شهید داود خان رفت پس کار خود دیگام به همراهشان واقعا فامیل بست قربانی اول همونا دادن و را بگذاریم باز در موقعش اگر لازم شد که بالای امو دور و زمان یک بحث چالان بود آدم امو را مطرح بسازه و حقایق بنای منطق و همتو واقعیت ها و دور از حب و بغض بیان بداره و خوب است. خدا کنم بعضی مردم آزردن نشون. بعضی خانواده ها که به دوران داود خان کار رو داشتن منزلت داشتن و قرب داشتن در همین پروگرام ما خانم رستیال پروین جان مسلگیری قبلگاه مرحوم خدا که در دوران داود خان اونا با میوندوال یک جا جرمی که کودتا می کرد اینجا بعضی بیانات شد سب یک فامیل بسته قار شد و در جان مفتاد نزدیک بود که امیرو خام مرا بخوره امیروی مرا. باز دیدم که ما قصور نداشتم وقت تلخ است باید گفته شود مگر او را اکثر افغان ها همی وقت عقبش نمی گرده همی که گفته شده و فامیلی از اومد راست یا فرزند همی شرایط اخیر بعضی افغان های ما که در لاس آنجلس با ما زندگی میکنه رفتن خیانت کردن و اخوانی هم بودن و سجده میکرد به گلبدین حکمتیار رفتن و همون قوالی حزب اسلامی را در جیب خود زد و جفا کرد وطن هم فروختن در همی وطن فروشی و اشغال کارم کردن. وقتی که میگفتی و فامیل بس کلگی قار که چرا بیادر ما گفتی و که چطور ما را گفتی مگر این واقعیت ها هست این باید آدم بیان بداره یکی کی متاثر میشه و نمیشه او را کنار بگذارین و خداوند خرسند میشه واقعیت گفته شوه کرکتر یک انسان بالا میبره. عقب این نگردیم که کی غو میزنه کی قار میشه و کی جگرخون میشه و کی دشمن شما میشه باز به خداوند بر شما عزت میده. در امو حالت توفانی میگه پرنده های کوچک میگه سراخ میپاله و باز عقاب بالا میره دستوه بسیار بالا. او روز یک کس یک مثال میداد بسیار جالب بود گفت شما امو عقابی باشین که در ستوه پایان میبینیم زاغک ها عقب یک عقاب میره و نولک میزنه و در پای و دست و هم بسیار با غرور هیچ از خود مدافع نمیکنه امو پرواز خود بلندتر می سازه تا یک حدی که با زاغ دو بالاها باز پرواز اتفا کرده نمیتون. بیاین که چی باشیم وقت گو باشیم اقواب گونه پرواز کنین بلند پرواز باشین بی باک باشین حق گو باشین نه ای که عداوت بگیر و قرش و جنگ و مزمت کوی چیزا درست نیست در دین اسلام و اگر یک کسی اگر حرف هم زد شما زود متاثرم نشین کار یک مسلمان او هم نیست. و هر حال گران دوستان و تاثیری و خدای سپارو و مخم خطر پنجشنبه لینای ما اتفاقا مشغول است مگر ما دیگه نمیتونم چون وقتی ما کفایت نمیکنم و مخم خطر خدای پامر.